اعضای اتحادیه عرب در ماه نوامبر سال گذشته توانسته بودند موافقت سوریه را با طرح پیشین خود دریافت کنند در این طرح توقف کامل خشونت ها، آزادی زندانیان، عقب نشینی ارتش، آزادی تردد ناظران اتحادیه و آزادی مطبوعات گنجانده شده بود که هیچ یک از آنها از سوی حکومت بشار اسد عملی نشد. اتحادیه عرب از دو هفته گذشته در ارتباط با سوریه مرحله جدیدی را آغاز کرده است طرح جدید اتحادی عرب به انتقال قدرت از بشار اسد به معاون او پس از تشکیل دولت وحدت ملی طی دو ماه آینده نظر دارد هدف آماده سازی شرایط برای انتخابات مجلس قانونگذاری و انتخابات ریاست جمهوری زیر نظر اتحادیه عرب و نهادهای بین المللی است اما سوریه بیدرنگ نسبت به این طرح واکنش نشان داد و آن را دخالت در امور داخلی ارزیابی کرد اتحادیه عرب امیدوارانه به سوی سازمان ملل متحد روی آورد تا بتواند همراهی مهمترین نهاد بین المللی را با طرح و برنامه خود برانگیزد اما با وتو روسیه و چین هر آنچه اتحادیه عرب رشته بود پنبه شد اتحادیه بر بود تا در نخستین گام مأموریت ناظرانش را که از ماه دسامبر در سوریه حضور داشتند تمدید کند تا بتواند به وخامت اوضاع در این کشور پایان دهد این اتحادیه نه سناریوی لیبی را برای این کشور مناسب میداند و نه تحریم‌های بیشتر علیه دمشق را بلکه به راه سوم یعنی انتقال آرام قدرت می اندیشد و بر این باور است که رژیم کنونی به پایان راه خود رسیده است. دو گزینه مطرح است. یکی از آنها جراحی به شیوه لیبی گزینه که مورد تایید هیچ یک از اعضای اتحادیه عرب نیست و ما نمی خواهیم چنین اقدامی انجام دهیم. گزینه دیگر درمان است به این شکل که پزشک بیمار را می بیند و داروهایی به او می داد. این همان چیزی است که ما سعی داریم انجام دهیم ما سعی می‌کنیم شرایط را آرام کنیم و اوضاع را تحت کنترل بگیریم under اما ظاهرا کمترین امیدی به همراهی بیمار با پزشک نمیتوان داشت اتحادی عرب از ماه ژوهن سال گذشته در صدد متقاعد ساختن آقای اسد در متوقف ساختن خون ریزی ها و انجام اصلاحات دموکراتیک است و پاسخ رهبر سوریه وعده های بیعمل